مگابایت. به همه خاطر روال نصب کمی طول میکشه. اما اگه بخواید ویندوز رو از روی فلش نصب کنید به مراتب این روال سریع‌تر خواهد بود. که داخل این دوره آموزشی به این نکته هم اشاره خواهیم کرد که چطور میتونیم ویندوز رو از روی یک فلش نصب کنیم. بریم سراغ بحث اصلی خودمون. الان ویندوز من دیسکش رو داخل سیستم قرار دادم، سیستم رو یک بار ریستارت کردم و الان داره محتویات داخل دیسک رو برای من بارگذاری میکنه. الان شناخت که داخل این دیویدی که من قرار دادم این سیستم عامل ها هست، سیستم عامل ویندوز 7 داخل نسخه های آلتیمیت، پروفشنال، هام پرمیوم و هام بیسیک که در دو نسخه 32 بیت و 64 بیت قرار گرفتم. من میام آلتیمیت رو انتخاب میکنم چون آلتیمیت آخرین نسخه هستش که از سیستم عامل ارائه شده و به مرتب بهتر از مابقی نسخه هست. نسخه استارتر هم نسخه ساده تر هست و بیشتر برای افرادی توصیه میشه که کار چندان خاصی ندارن. خب من آلتیمیت رو انتخاب میکنم و نیکس رو میزنم. چون من اولین بارم هستش که دارم این کار رو انجام میدم و درایوم پارتیشن بندی نشده و کلن یک پارتیشن روی سیستمم دارم، یاد به صورت مستقیم داخل همون نصبش میکنه. اما اگه شما چند تا پارتیشن داشته باشید روی سیستمتون، صفحه ای رو به شما نمایش میده و از شما میپرسه که میخواید ویندوز رو روی کدوم پارتیشن نصب کنید. خب این روال کپی کردن و نصب کمی طول میکشه، اما تا مرحله نهایی کاری با شما نداره. خودش فایل ها رو کپی میکنه، نصب میکنه و در پایان نصب میاد و چند تا سوال از شما در مورد حساب کاربری و تنظیماتتون ازتون میپرسه. خب بعد از اینکه کپی کردن و نصب اون فایل هایی که کپی کرده و تموم شد، سیستم یک بار ریستارت میشه، داخل این صفحه میاد و تنظیمات رو اعمال میکنه. این قسمت که دیگه میشه قسمت نهایی نصب، یعنی داره فایل های نصب شده رو کامپلت یا نهایی سازی میکنه. یک سری فایل ها برای رجیستری سیستم ها باید کپی بشن، اونها رو داره کپی میکنه، پیکربندی ها رو انجام میده و بعد صفحه‌ای که مربوط به کار ما هست، یعنی دریافت اطلاعات از کاربر، رو بهمون نمایش میده. خب تنظیماتش به اتمام رسید. حالا سیستم مجدد یک بار دیگه ریستارت میکنه و یه توی این مرحله کار ما شروع میشه، یعنی وارد کردن اطلاعات و تنظیم حساب کاربری. خب تو این صفحه از ما نام کامپیوترمون رو میخواد بپرسه. من نام کامپیوترم رو فرادرس وارد میکنم یا فرادرس داش پی سی. بعد از اینکه نام کامپیوتر رو وارد کردم روی نیکست کلیک میکنم. تو این صفحه اون کد فعالسازی سیستم رو از من میخواد که در صورتی که کد رو داشته باشید خب اینجا وارد میکنید و در صورتی که بخواید به صورت آنلاین فعال سازی بشه تیک این گزینه رو میذارید. بعد از این کار روی نیکست کلیک میکنید. تو اینجا از شما میپرسه که تنظیمات پیش‌فرض سیستم به چه صورت باشه و اون تنظیمات هلپ پروتکتش به چه صورت باشه. شما میگید از تنظیمات پیش‌فرض استفاده کن. تو این صفحه چون من در حال حاضر به یک شبکه متصل هستم از من میپرسه که اتصال من به این شبکه به چه صورت هست. اتصال خانگی، اتصال کاری، این یک شبکه عمومی یا پابلیک نتورک. بعد از اینکه مراحل رو مشخص کردم، خب تنظیمات داره نهایی میشه و منتظر مونم تا بیاد و سیستم رو برای من فعال سازی کنه تا بتونم ازش استفاده کنم. خب بعد از اینکه سیستم ریستارت شد، داره دسکتاپ من یا همون میز کار من رو آماده میکنه برای شروع به کار من. این روال چند ثانیه طول میکشه، البته بسته به سیستم شما ممکنه چند دقیقه طول بکشه یا حتی سریع تر، ولی خب در نهایت سیستم شما در دسترس خواهد بود. الان سیستم من نصب شده و به صورت کامل در دسترس است و میتونم از این سیستم استفاده کنم. خب دوستان، کار نصب همینجا به اتمام رسید. توی قسمت بعدی با تنظیمات بیشتری آشنا میشیم و کار خودمون رو با مدیریت قسمت های مختلف سیستم آغاز میکنم. بعد از اینکه سیستم عامل ویندوز 7 رو نصب کردیم و وارد حساب کاربری که اطلاعاتش رو موقع نصب برای سیستم عامل مشخص کرده بودیم شدیم، همچین محیطی رو مشاهده میکنیم که به این محیط اصطلاحاً دسکتاپ یا میز کار گفته میشه. دسکتاپ شامل یک سری